باید از کرانه های آبی سحر فرشته امید، دامنش پر از کبوتر و سرود عاشقانه و نوید، میدمد بهر تابان ما بر بلندای ایران ما، خیزد این خاک ماتم زده پیش پای بهاران ما. موضوع کودکان کمپ اشرف بزرگتر از اون هست که در 4 کودک کهنسال خلاصه بشه. کودکان کمپ اشرف از نسلی هستند که شاهد دست اول جنایات رژیم آخوندها علیه خانواده های خودشون بودند. نسلی که کوچ اجباری هموطنانشون رو دیده و تجربه کردند و بالاخره مبارزه در مکانی به نام اشرف در مرز پرخطر ایران و عراق و انتقال صحیح و سالمشون به اروپا، کانادا و آمریکا بخش مهمی از زندگیشون رو رقم زده. حالا فیلمی به نام همین کودکان که البته سرنخ اون به وزارت اطلاعات رژیم ایران میرسه، قصد داره بی‌عاطفگی، جدا کردن اونها از پدر و مادراشون و زندگی در کنار هواداران مجاهدین برای تبدیلشون به سمپادهای بالقوه برای پیوستن به ارتش آزادی بخش رو به جای نجات جان نزدیک به 1000 کودک از زیر بمباران‌های آمریکا که عراق را هدف قرار داده بود وارونگویی کنه. به قول میهمان این هفته رادیو ایراوا، اگه این بچه‌ها از عراق به خارج منتقل نمی‌شدند چه می‌گفتند و چه می‌کردند؟ آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ از هواداران مجاهدین هست که پذیرای یکی از کودکان کمپ اشرف بوده. تماس هم پنجشنبه شب به وقت اروپا با ایشون وصل شد و با اینکه این گفتگو به دیر وقت کشید، با این حال حوصله کردند و مثل همیشه با صداقت کامل سوالاتم رو جواب دادن. با هم میشنویم. سلام میکنم خدمتتون آقای ماهوچیان گرامی. اولا سال نو 1403 رو بهتون تبریک میگم و براتون سالی بسیار بسیار خوب همراه با سلامتی، شادی و موفقیت آرزو دارم. شما اولین مهمان برنامه رادیو ایراوا در سال جدید هستید. خیلی خیلی خوش آمدید آقای ماهوچیان. خیلی ممنون. منم خدمت شما و شنوندگان خوبتون هم عرض ادب و سلام دارم، هم اینکه شروع سال جدید رو تبریک میگم. چه سعادتی برای من که امروز افتخار من هم هست. شما برای من افتخار واقعا. خواهش میکنم. حرفت در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش میکنم. آقای ماهوچیان، این روزها شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و تلفنی که باز میکنی پر هستن از پیام‌های تبریک، واقعا بسیار خوشحال کننده هست و به هر حال به آدم روحیه میدن. در خب از یک طرف دیگه ما وقتی مردممون رو توی ایام نوروز نگاه میکنیم که چقدر در مضیقه و زیر فشار بسیار سنگین مالی و همه نوع فشاری هستن، سیاسی، اجتماعی، حقیقتش من که احساس گناه به دست میده بعض وقتا که بخوام شاد باشم، ولی خودم رو مجبور میکنم و فشار میارم به خودم که حل نشم تو این غم و اندوه و به هر حال سال نو رو با خوشی و سلامتی آغاز بکنیم. میخوام قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم ببینم شما نوروز رو چطور شروع کردید آقای ماهوچیان. خدمت شما عرض کنم که نوروز رو باید همیشه با شادی به کوری چشم آخوندا که مبلغ غم و غصه و درد و گرسنگی و فقر هستن، با همه شرایطی که داره باید حتی اگه شده به خودش آدم سیلی هم بزنه صورتش رو سرخ نگه داره تا رژیم رو بسوزونه. و واقعا چیزایی که گفتین یک لحظه اصلا فکر من الان گرفتش که ملتمون در یک چنین وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زندانیامون در زندان، اما فراموش نکنید که همون زندانیان سیاسی با حق قندی دهنی شیرین میکنن به کوری چشم ولایت فقیه و خامنه ای و همه دار و دستش، و فراموش نکنیم که تو همین دوران که ما هستیم زندانیان مقاوم 8 دوره اعتصاباتشون رو شروع کردن. به خاطر همین ما هم باید وظیفه خودمون بدونیم که روحیمون همچنان بالا باشه، به خاطر که امید داریم، به خاطر که یقین داریم که به زودی زود این رژیم که تو مراحل آخرش هستش و بزرگترین سیلی این چند دهه رو تو انتخاباتی که از سر گذروندیم چند هفته پیش خورده، پس باید امیدوار بود. بالاخره ما مردم ایران دارای چیزهایی هستیم که هر ملیتی در برابر دیکتاتوری نداشته. هم ملتی مقاوم داریم، هم اپوزیسیونی داریم، هم ایرانیایی داریم که اگه توجه کرده باشین در این سالی که گذشت، در همین ماهایی که گذشت، این مقاومت در چند قاره جهان
برنامه هایی رو برگزار کرد که واقعا قابل تحسینه، از همون تشکیلات مستحکم و امیدها و آرزوهایی هستش که به یقین خواهد رسید. باید سرزنده بود خانم غفاری، نظرم اینه. دقیقا دقیقا همینطوره. البته خب اونا من فکر میکنم الگوشون زندانیان سیاسی که اشاره کردید بهش، زندانیان سیاسی دهه 60 و به طور مشخص سال 67 هستن که در بله اون زمان بیخبری از وضعیت زندانیان، بعدها که شنیدیم دیگه چه بله سفره های هفت‌سینی با چه سختی هایی بله برای خودشون تهیه کردن و نوروزها رو جشن گرفتن و واقعا الهام میده به آدم و انگیزه میده به بله آدم که به قول شما باید نوروز رو با شادی شروع کرد. در ادامه صحبت شما که گفتین، همین الان این دو جوان نخبه‌ای که در زندان هستن، شما ببینید چه پیامی دادن و چقدر امیدوارن و چقدر قشنگ میگن که به اصطلاح زمستانی نمونده که بتونه حریف بهار بشه، و یه مضمونی پیامش رو خیلی قشنگ داشت که آدم صفا میکنه از این جوانان مقاوم، جوانانی که در زندان هستن و در برابر رژیم چنان قد علم میکنن که رژیم رو به عقب میرونن. دقیقا دقیقا همینطوره. خب بریم سر موضوع این گفتگو آقای ماهوتچیان، که البته خب سال بله جدید نیست ولی موضوعی است که رژیم سالهاست داره انجام میده، یعنی اقداماتی میکنه در راستای سیاست شیطانسازی از مجاهدین و متاسفانه رسانه ها و افراد وابسته به رژیم و برخی افراد دیگر که نمیدونم شاید خبر ندارن، شاید نمیخوان چشماشون رو باز کنن، اونها رو تو دیوار تکرار میکنن و قصد دارن به خورد مردم و به خصوص دختر و پسران نوجوان و جوانی که برای سرنگونی رژیم به میدون اومدن میخوان بدن. با اجازهتون میخواستم از این سوال شروع کنیم آقای ماهوچیان، که چرا رژیم کلا مبادرت میکنه به ساخت فیلم یا انتشار کتاب و انواع و اقسام نمایش های مختلف علیه مجاهدین، و تو این سال ها خب میگم خیلی چندین سال این کار رو داره انجام میده، چی عایدش شده آقای ماهوچیان؟ ببینید، رژیم یک هماوردی رو داره معرفی میکنه در کنار همه این کارهایی که میکنه و شیطان سازی هایی میکنه، خودش داره آدرس دشمن اصلیش رو میده. نه الان، بلکه در 4 دهه گذشته هم همینطور بوده، در همون زمان خمینی هم همونطور بوده. همیشه اینجوریه، وقتی آدم حریف اون به اصطلاح طرف مقابلش نمیشه، شروع میکنه به زدنش، به نمیدونم یه مثال مثلا خیلی عامیانه تر بزنم. دیدین توی فوتبال یه بازیکن خیلی خوبیه، طرف دفاعی نمیتونه حریف این بشه، خطا میکنه روش. حالا این شاید یه مثال کوچیکیه، ولی میخوام بهتون بگم که یکی که آدرس دشمن اصلیش نشون میده، همون دشمنی که خمینی اعلام کرد در همون دهه 60 و قبل از دهه 60، فکر میکنم اوایل 59 بود، بعد از داستانی که سخنرانی معروف آقای مسعود رجبی تو امجدی گفت که دشمن من نه شوروی، نه آمریکاست، نه انگلیس، نه در کردستان، بلکه در همین تهرانه. و همون جمله ای که سالهای سالی که داره تکرارم میکنه، گفت همینجا هستم و منافقین هستم. و گفت که در قرآن حتی مثلا سوره ای داریم در رابطه با منافقین، ولی در رابطه با کفار نداریم. حالا نمیدونم چرا بعد از این همه سال نفهمید که یه همچین سوره ای وجود داره، اتفاقا سوره بزرگی هم هست در قرآن. میخوام بهتون بگم که چی عایدش میشه یا چی عایدش میشه، یه طرف قضیه است، ولی داستانش اینه که خودش نمیفهمه که نه تنها آدرس حریف اصلیش، دشمن اصلیش رو میده، دوما اینه که این خودش یک تبلیغی هم برای مجاهدین هستش. چون در دوره‌ای که ما زندگی میکنیم فکر نکنید چیزی عایدش میشه، به خاطر که هر جوان ایرانی که الان در ایران از سختی بفهمه یه نیروی بوده که 17 هزار تا خواستار رو کشته، کلی صفا میکنه، میگه چرا بیشتر نکشتن، کسی نیومده تا حالا. ولی میبینید در کنارش، به خصوص بعد از اینکه در کمتر از یک دهه 3 تا قیام بزرگ بوده، قیام دیما بوده 96، قیام بعدی آبان بوده 98، و قیام بزرگ 1401، رژیم در یک شرایط جدیدی قرار گرفته. فراموش نکنیم فراگیرترین شعار در کل ایران مرگ بر خامنه‌ای بوده، مرگ بر دیکتاتور. یعنی مردم ایران توی این 3 تا قیام از رژیم کاملا با تمام جناهاش، چه اصلاح طلبش، چه اصولگرا، اینا که البته اصطلاحات علکی که خودشون میگفتن، همشون برای بقای همین رژیم گذر کردن. دقیقاً و رژیم کاری نداره جز اینکه که بخواد این کارها رو انجام بده. ببینید چند صد کتاب نوشته، نمیدونم چند ده فیلم ساخته، همزمان میبینید در داخل ایران این سرنگ سریا رو ساخته، در خارج این فیلم کودکان کمپ اشرف رو ساخته. همین الان که من شما با هم صحبت میکنیم،
طبق اخباری که خودش داده 426 کودک همراه مادراشون در زندانهای ایران زندانی هستند. اون خاطرات موسوی اردبیلی رو حتما همه شنیدن که رفته بوده تو زیر زمین نمیدونم زندان ادیب بوده، بعد یه دری رو وا کرده، ده ها نمیدونم بچه اونجا بودن گرسنه، یعنی بچه های همین مجاهدین، اونقدر این از این ظلم و جور و جنایت کرده که آدم بخواد تک تکش رو بده، نه حافظه آدم یاری بچه هایی میکنه که نه به رفت جنگ ما. فرستادن، به جبهای جنگ بیشتر فرستادن. از 200 300 هزار تا بچه رو به جنگ فرستاد، طبق چیزایی که خودشون میگن 30 40 هزار تا بچه دانش آموز در این جنگ ضد میهنی روی مینها رفتن، پتون میپیچیدن دور اینا میرفتن و وارد صحنه جنگ تا بچه 12 11. آیا یادتون میاد که از خمینی پرسیدن که بچه هایی که میخوان برن جنگ آیا به اجازه والدینشون نیاز دارن؟ همین خمینی دجال فتوا داد نخیر، احتیاجی به اجازه پدر مادر نیستش که داشته باشن یا مثلا فرمی امضا کنن. یعنی میخوام بهتون بگم هر جنایتی که خودش کرده، چه کردکشی چه کودک سربازی، همه این جرایمی هستش که در جنبش دادخواهی اینا پیگیری میشه و این میخواد پیشاپیش بندازه گردن نیروی مقابل خودش، نیرویی که به صلاح هم خدمت گفتم هماوردش هستش. حالا من دیگه یه ذره کوتاه میکنم که شما وارد باز بحث بشین که ما بتونیم ادامه بدیم. و ممنونم. خب هدف چی بوده آقای ماوچن از ساخت، حالا فیلم های دیگر ما میذاریم کنار، هم سرنگ سوریار هم فعلا میذاریم کنار، ولی این فیلمی که توی خارج از کشور داره اکران میشه یا اکران شده، کودکان کمپ اشرف، هدفشون چیه از ساختن چنین فیلمی؟ ببینید این رژیم تو خارج کشور همه کارا رو کرد، تا دیگه دیدین که برگزاری مراسم بزرگ ویلپند پاریس و بمب هم فرستاد با دیپلمات تروریست خودش. بله توی این 2 3 سال گذشته ضرباتی رو تو همین کشور سوئد خورده، مدارکی تو این کشور سوئد رو شده، مطبوعات سوئد، همه اینا فراگیر شده و من فکر میکنم این ضرباتیه که از حکمی که بر علیه حمید نوری بوده. اگه توجه کرده باشید توی یکی از اطلاعیه های خود شورای ملی اومدم به این اشاره کرده بوده که این فیلم سرنگ سریا در داخل و این به اصطلاح فیلم کودکان کمپ اشرف تو سوئد و پخشش و انقدر روش تبلیغ کردن میتونه که یکیش از دلایلش همین تلافی کردن دادگاه دشقیم حمید نوری باشه، چون همه تلاششون رو کردن تا دیوان عالی هم بردن اما حکم حبس ابد همچنان موند. به خاطر چی موند؟ بخاطر که تایید شد که اون جنایت بزرگ در تابستان 67 بر علیه زندانیان سیاسی که 90% هم مجاهدین بودن انجام شده، شهود کافی بوده، بردن دادگاه به کجا؟ باز هم به پیش همون هماورد رفتن، پیش همون هماورد مدارک رو از اونجا دیدن، اون مستنداتی که بود، اون زندان چند بودی که ساخته بودن، فیلمی که ساخته بودن، زندانیانی که مونده بودن و هنوز هم دارن با این رژیم مبارزه میکنن، رژیم و اون دستگاه تبلیغاتش و اون وزارت اطلاعاتش و اطلاعات سپاهش به این نتیجه رسیده بودن که با یه همچین فیلم هایی بخوان به اصطلاح خدشه‌ای به این مقاومتی که خدش ناپذیره بندازن، ولی همونجور که نشون میده و آینده هم نشون خواهد داد استفاده و به هدفش نخواهد رسید. چون الان نگاه کنید 200 خورده ای انجمن ها و تا اونجا که من میدونم تشکل های تو آلمان اعتراض کردن به این داستان، 500 خورده ای از همون بچه های جوان هایی که توی خارج هستن اعتراض کردن و این از اون 1000 بچه حدود 1000 بچه 4 نفر رو پیدا کرده که خب اصلا درصد خیلی کمیه و با اون سوابقی که به خصوص خیلی هاشون از همین 4 تا دارن. خب آقای ماوچن، کلا میتونین برامون بگین که انتقال کودکان کمپ اشرف، شما معلوم گفتین تقریبا 1000 نفر بودن، 1000 تا بچه بودن، انتقالشون از عراق به کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا تو چه سالی انجام گرفت و اصولا چرا اینا منتقل شدن به خارج از عراق؟ خدمت شما عرض کنم که باید به این برگردیم که در سال 69 دولت عراق 1369 1369 دولت عراق به خاطر یک مشکلاتی با کشور کویت داشت وارد یه جنگی شد، جنگی که نه مجاهدین نه ارتش آزادی بخش نه 1000 تا بچه نه من نه شما نه هیچ کسی دخل و تصرفی تو این نداشت، یه اختلافاتی داشتن وارد کویت شد، جنگ شروع شدش. تا اون روز که این عمل انجام شد ارتش آزادی بخش اونجا بود، این بچه ها اونجا بودن، من خودم حالا در ادامه صحبتم میگم به عنوان کسی که
این افتخار داشتم یک بار به اشرف یک رفتم و دیدم مدرسهشون، همه امکاناتشون یه تو بود جالب دیگه. نمیدونستم. بله، یعنی حتما همه نه. امکاناتی که یک بچه، باور کنین از این بچه‌ها که اصلا بپرسین در اروپا میتونست داشته باشه، در همون قرارگاه اشرف برای این بچه‌هایی که با خانواده هاشون اومده بودن اونجا بود. یک جمعی هم هستش به نام مجاهدین برای ادامه جنگ و سرنگونی، از سال 66 ارتش آزادی بخش توی خاک عراق و در قرارگاه اشرف به صدر درست کرده بود و قرارگاه های دیگه هم داشتن البته. حالا این دولت عراق وارد یه جنگی شده با دنیا و دنیا هم بهش یه سری التیماتوم ها رو میده که یا خارج از کویت یا ما بهت حمله میکنیم. یه کشور دو کشور هم نبودن، کسانی که اگه برن تاریخ اون روزها رو ببینن متوجه میشن. جنگ از 27 دی ماه 69 شروع شد تا 9 اسفند 69. شما تو اون نزدیک به کمتر از یک ماه هم میشه ببینیم، آمریکا بمب‌های آورده بود به نام بمب‌های فرشی بهش میگفتن، 10 تن موشک‌های جدید اون موقع که الان ما اسمش رو شاید عادی شده به نام کروز میشنویم، اون موقع موشک‌های جدید بودش. از هوا، زمین، هر آن چی که داشت و نداشت خودش و کشورهایی که باش متحد بودن بر سر عراق ریختن و عراق از کویت خارج کردن. این تازه یه بخشش بود. حالا مجاهدین برای سرنگونی تو خاک عراق بودن، ارتش آزادی بخش داشتن و چون خانواده هم زیاد بود که از ایران، بسیاری از زندانیان سابق، بسیاری کسایی که زندانی هم نشده و سیاسی بودن از ایران فرار کرده بودن و عزم کرده بودن که در هیبت ارتش آزادی با این رژیم بجنگن، تا اون موقع که خانواده ها میتونستن باشن اونجا بودن. ولی درایت یک مقاومت، درایت فرمانده ارتش آزادی، درایت همین پدر مادرها میدونست که چه سرنوشتی قراره برای عراق رقم بخوره، که بعدش هم دیدیم که کلی اصلا تعادل قوای منطقه هم به هم خورد. خب اینا تصمیم گرفتن که بچه هاشون از عراق خارج کنیم. تصمیم بعدی که نبودش که، بالاخره اگه به تاریخ درست نگاه کنیم بیش از 200,000 تا بچه، 220,000 تا بچه عراقی تو اون بمباران و بعدش تو اون قحطی هایی که به خاطر تحریمی که عراق شده بود کشته شدن. متوجه این؟ یعنی بله. نمیشد بگیم مستثنا هستش. اگه خاطرات این بچه هایی که بشینین، چون من یکی از این همین بچه ها پیش من بزرگ شده، خاطراتی که میگفتن سوار اتوبوس شدن، الان هم سیما خیلی بچه ها رو میاره توی اینستاگرام، خودشون همت کردن اونایی که هستن میان تعریف میکنن، حتی از مسیری هم که از اشرف تا اردن خواستن برن زیر بمباران بودن. خب بله. من پدر مادر میخوام با رژیم آخوندی بجنگم، اومدم اینجا تصمیم گرفتم بجنگم. هر انقلابی این کارو میکنه. نامه آخری که چگوارا به همسر خانوادش داده، حرکتی که خسرو گل سرخی شب قبلش اعدامش انجام داده، مگه نگفتم بیا بچه تو ببین؟ آره تو ترسید که اون موقع اوکراین بچه هم تو ببین؟ همینطور بود دیگه آقای ماوچیان، دیگه بله، خیلی دور نریم الان که دیگه. به الان که برسیم میبینیم که الان چطوره که اوکراین رو همه تشویق و دست میزنن و انقلاب و مقاومت میدونن در برابر ظلم، ولی به مجاهدین میرسه چون دستگاه وزارت اطلاعات، دستگاه شیطان سازیه، جور دیگه تو ذهنیت. ولی اگه بشینیم خاطرات رو نگاه کنیم، بمبارانه های اون موقع رو نگاه کنیم که چه بر سر عراق اومدش، هیچ کس نمیدونه. خب مجاهدین خودشون زدن به کوه، دشت و بیابون. حتما نمیدونم یک فیلم گزارشی اون موقع بودش که جالب بود، همین مزدور اسماعیل وفا یغمایی تعریف میکنه، حتی یادم 2-3 تا خرم داشت، اسم خراش و یه چیزایی گذاشته بود. من یه فیلم 1 ساعت 2 ساعته خودش گزارش داده بود که همه وسایل اینا، تمام تجهیزاتشون رو زمینگیر کرده بودن، زیر خاک بودن. خب حالا آدم با بچه نوزاد و بچه چجوری میتونه اینجا باشه؟ خب خانواده هایم بوده که نمیخواستن. شما میدونین رسم مجاهدین، ما از نزدیک بهتون شهادت میدم، چراغ و خاموش میکنن، میگن آقا هر کی میخواد بره بره، اصلا به چراغ خاموش معروفه، هر کی هم خواست میره، هر کی خواست میمونه. حالا این بچه ها رو آوردن کجا؟ جای بدی مگه آوردن؟ آوردن که آرزوی هر بچه و هر جوون و نوزادی، آوردن تو اروپا، کانادا، آمریکا و سپردن به آدم هایی هم که از قبل باشون. شما باورتون نمیشه قبل از این بچه به من برسه، پدر مادر این 10 دفعه با من تلفنی حرف زدن، حتی چی دوست داره چی دوست نداره رو به ما میگفتن، چه غذایی میخواد چی نمیخوره، کجا نمک دود زیاد میخواد. باور کنین چون تو اون شهری هم که من بودم با خانواده های دیگه که تماس میگرفتن از طریق ما، میگفتن مثلا کسی دیگه هم هست که باباش تماس بگیریم، مثلا این بچه ها رو، فقط میخواستن جون این بچه ها رو نجات بدن، میدونی؟ بله. حالا
این انتقال یه انجام فیلمی من شده. دیدم موقع خروج همین بچه ها از کمپ اشرف، چندین سال پیش دیدم فیلمو. بله. پدر مادرها توی اون صحنه هستن، جلوی اتوبوس وایسادن، دست تکون میدن. خب بله. مشخصه که واقعا چه احساسی دارن اون لحظه، قشنگ بله. مشخصه. واقعا باید بله. از عاطفه باید با خالی باشی که فکر بکنی، چون بچه ها تو از زیر بمباران نجات میدی بیاتفه هستی. بله. خود من خانم غفاری یک شبی توی تهران بوده، باید در عرض 24 ساعت ایران رو ترک میکردم. من بودم و خانمم بود، فرهاد که الان بزرگ شده، فرنام، نمیدونم دیده باشینشون جایی تو بله مصاحباتون. دیدم بچه‌هاش، بله. بچه‌هاش دیدم فرنام 6 ماهش بود، باش. ما فقط اینو میتونستیم بیاریم چون میخواستیم زمینی از مرز پاکستان خارجیم. 3 روز باید پیاده میومدیم. این شیرخور بود، میتونستیم بیاریم. فرهاد رو مجبور شدیم تو ایران گذاشتیم اومد. چیکار باید میکرد؟ ما هم پسر بزرگ خودمون رو گذاشتیم تو تهران، سالها بعد دیدیمش. بعضی موقع یک تصمیم هایی هست که شاید سخت باشه، شاید زجرآور باشه، دلتنگی باشه، عاطفه باشه، همه اینا هست، ولی جبری هستش که باید اونو انجام بدی، باید بری، نمیتونی وایسی. چون اگه وایسی تغییری نمیکنه تو اون داستان که چه خواهد شد. الان بچه های مجاهدین هم همیشه میتونن ببونن چیکار کنن، بمباران بشن، کشته بشن. اگه یه مو از سر این بچه ها کم میشد چه میشد؟ الان چه فیلم هایی میساختن، چه حرف هایی میزدن. فقط اینو تصور کنید، یک دقیقاً. تصمیم بسیار بسیار جانانه از درایت همون پدر مادرهایی که میخواستن مبارزه کنن و این تصمیم گرفتن و تشکیلات مجاهدین. شما فقط فکرشو بکنید که مسائل حقوقی اینا رو چجوری حل کردن، چجوری مسائل مالی این نقل و انتقال حل کردن، چطوری این شرایط رو به وجود آوردن. از کسی غیر از مجاهدین میتونست همچی چیزی بر بیاد؟ امکان نداشتش. باور کنید که یک پروژه بسیار عظیمی بود. اون موقع من خاطرم هستش که خانم زهرا رجبی، کارفایزی که در ترکیه توسط تروریست های رژیم ترور شد، پیگیر اصلی و مسئول اصلی بود تا اونجا که من اطلاع دارم و خاطرم هست، مسئول این پروژه عظیم بود. روی شاد، درود بهش، و این انتقال بزرگ رو انجام داد و جان هزار انسان نجات داد. این کم چیزی نیستش. از این بعدش فقط نگاه کنیم. بله واقعا درست بله. میگه شما. آقای ماچیان، آیا خانواده هایی بودن که با فرزندانشون از اشرف بیرون اومدن کلن در هم جریان همین بمبارون ها؟ چون من نه شنیده من، بودم، میخواستم بپرسم ازتون. بله من خودم در آلمان میدونم حداقل حدود 7 تا 8 تا خانواده‌ای که من میشناختم که نمیخواستن از بچه هاشون جدا شن و همراه بچه هاشون اومدن تو خارج. خیلی هاشون بعد که به اصطلاح نقل و انتقال انجام دادن برگشتن در ارتش آزادیگاه و همچنان در کنار مجاهدین هستن. خیلی هاشون هم زندگی شرافتمندانه و قابل احترامی رو دارن انجام میدن، تو همین خارج کشور کمکگر همین مقاومت هستن و هیچ پنهانکاری هم ندارن. شجاعت اینو دارن که تا اینجا اهلش بودن، بیشتر از این نیستن. این توان انسان هاست، اما چی میگن، قامت و بردباری و استواری میخواد که به حقیقت اظهار کنن، نه که مثل بعضی ها بریزن اون مشکلات و ایرادایی که در خودشون بود رو به یک جای دیگه. درسته. بعضی از این بچه هایی که توی خارج بزرگ شدن، تو اروپا و اینا بزرگ شدن، برگشتن به اشرف بله در هیبت یک مجاهد خلق رفتن و بعضیشون بله شهید شدن حتی به وسیله بله ماموران مالکی توی عراق. درسته؟ بله میدونی که تو همون آخرین حمله که به شهر اشرف شد، 52 تا مجاهد و دست بسته از پشت تیر خلاص زدن. میتونیم از رحمان، میتونم از اون امیر مسعود، سعید، بعد سبا خیلی هفت هاشون هستن، برادرم. سبا، 7 برادران که در این 52 تا نبود، در فکر میکنم 6 و 7 مرداد یا 19 فروردین، کلی از این دوستانی که رزمندگان جوانی که شهید شدن از همون بودن، همون کودکان بودن. حالا تو خارج کشور هم بسیاری از این جوانانی که دارن فعالیت سیاسی سازمان رو پیش میبرن، بسیاری از فعالیت خارجی کشور دارن، از همین کودکان هستن، جدا از اون کودکان نیستن. اما درست. 4 تاشون اینجوری در اومدن دیگه، چیکار کنیم؟ دقیقا. خب آما چند، چرا به حرف زدن یعنی گفتن و ادا کردن اون احساسات خودشون، به این منظورم این چهار، به قول یه نفر تو اینستاگرام میگفت کودک کهنسال، این بله. چهار نفر چرا بهشون اعتراض وارد هست؟ میخوام اینو برامون یکم توضیح بدید که
چرا باید بهشون اعتراض کرد یا نباید کرد اصلا نمیدونم. ببین، نه به اینها، به خیلی های دیگه. کسی که تو دستگاه این رژیم به هر دلیلی قرار بگیره و در خدمت این رژیم بر علیه مقاومت و بر علیه اینکه مردمشون دارن به خاطر هر روز و هر لحظه زجر بیشتری میکشن، کمک میرسونن، نفس میرسونن، باید اعتراض کرد به نظر من. به خاطری که آدمیزاد در هر حرکت خودش یک نقاط مثبتی داره، یک نقاط منفی داره. اینها دارن تو دستگاه رژیم کار میکنن. مثلا شما همین کوهن چی گفتی؟ ما متوجه نشدم. کودک کودک کهنسال. کوهنسار پسر این اسماعیل وفایروان، امیر و خب بله. این از اونجا که جدا میشه، در صورتی که میدونی که ما داریم دیگه از جنگ دوم خلیج صحبت میکنیم، وقتی که دیگه دولت عراق نبود و معاصره و عراق افتاد دست رژیم و اینجور صحبت ها. ببینید، اونجا قرار بر این شد که با رژیم بجنگن. جنگیدن دیگه با سلاح که نبود، خل سلاحشون کرده بود آمریکا، ولی قرار بود که بمونن و قول اینم داشتن و به این قولم مقاومت ایران عمل کرد که اولین فرصت و اولین دریچه‌ای که باز بشه شماها رو میفرستیم. حتما در جریان هستیم، بسیاری از مریض های مجاهدین که خیلی ضروری باید میرسیدن به مسائل پزشکی، اسمشون خط خورد به همینا رو که خواستن برن و فرستادن. اما وقتی که این نفر مثلا امیر وفایرمون میره تو اون قسمتی که خودشو معرفی میکنه، میگفتن تیف، یه جای محیطی دور و بر اشرف درست شده بوده که دست آمریکایی‌ها و تحت سیطره رفت و آمد رژیم هم بوده، این اونجا خودشو معرفی میکنه. از اونجا به عموی اطلاعاتیش که از مسئولین انجمن نجات سطح یزد وصل میشه. این دیگه ببین، وقتی که میری طرف رژیم، نوک انگشت که میدی تجربه نشون داده رژیم تا دست و کتف و هیکل آدم رو میخوره. این دیگه رفته اون طرف. وقتی که رفته اون طرف میبینی که حتی عاطفه فرزند مادرش هم از دست میده. بالاخره مادر این مجاهد خلق الان، بالاخره هر عملی که اینا چه قبل از انتقالشون به آلبانی انجام شده، چه همین الان، راهگشا و راه بازکن عملیات تروریستی رژیم. این دیگه تاریخچه این چند سال نشون میبینه. این دیگه اصلا این چیزا هم حالیش نیست. یعنی دیگه تو اون دستگاه ولایت و اطلاعات و انجمن جداست حل شده. انقدر هم وقیحه، چون من یه برخورد اینجا توی دادگاهی که ادعا میکنم برنده شدم ولی اینجوری نبوده، تو هامبورگ رو در رو شدید، انقدر وقیحه که تمامی معیارهای انسانیش هم از دست داده، یعنی هیچی نداره. و به اینا باید اعتراض کرد، چون سازی که میزنن یا اون رقصی که میکنن، بهتره بگی در ساز ولایت فقیه، در دستگاه شیطان سازی یک مقاومتی با 120 هزار تا شهید، با 30 هزار تاشون فقط تو دادگاه سوئد تایید کردن، و چی میگن، کوله باری از فداکاری. شما فکر کنید برای اون پدر مادرها خیلی آسون بوده که این بچه ها رو بفرستن؟ من با خیلی هاشون صحبت کردم، اصلا اینجوری نبوده. اصلا مجاهدین مگه ماشین کوکی هن که کوکشون کنن؟ من با یکی از بچه ها داشتم صحبت میکردم، سالها پیش بود، گفتم ببین بابای تو چقدر تو رو دوست داره، به خاطر اینکه بهت ثابت کنم جونشو، همه چیزشو، عزیزترین کسشو داره میده برای اون کسایی که نمیشناسنش تو ایران. ببین دیگه به تو چقدر عاطفه داره. و باور کنی که تک تک مجاهدین با بسیاری از سختی های فکری و احساسی و عاطفی این مسائل رو حل کردن و تحمل کردن، چون سرشار از عاطفه هستن. هر کسی که با مجاهدین، اصلا ساختن این فیلم ها خانم غفاری به خاطر همینه که کسی به طرف مجاهدین نیاد، چون هر کسی که مجاهدین رو بشناسه دیگه نمیتونه ولشون کنه. و این چهار نفر به خصوص اون امیر که سر دستشون، شما ببینین چه حلی در انجمن نجاست هستن. الان که شما اینو پخش میکنیم، منده در آلمان هم اسم مشخصات هم معلوم، بفرماین همون جوری که مجاهدین اینا دعوت کردن بفرماین شکایت کنیم. منم دارم میگم شما آبشخورتون از انجمن نجاست و اطلاعات سپاه و شکی درش نیست. البته این جریان امیر وفای یغمایی که پسر اسماعیل وفای یغمایی هست، خب یکم متفاوت تر با این سه نفر دیگری که فیلم از سرنوشتشون ساخته شده، به این دلیل که امیر رو پدرش بله، کتبن اجازه بازفرستاده شدنش به کمپ اشرف شده یا به شهر اشرف شده امضا کرده، نامش هست، امضا شده بله، هست، مشخصه که درخواست بازگشت به اشرف رو پدرش داده، ولی بله،
پدر میاد و اینجوری مظلوم نمایی میکنه آقای ماهوچیان و یه بله ده رسانه معلوم الحال هم خب میان دروغ های اینها رو، معذرت میخوام از کلمه استفاده میکنم، بله غرغره میکنن دیگه و بله به دقیقا خورد مردم میدن. در همون نامش چی نوشته؟ نوشته از کی تا حالا برای جنگیدن با خمینی سن و سال تعیین میشه، دقیقه تو همون نامش نوشته. بله خب مگه رژیم آخوندی فاطمه مصباح 13 ساله رو اعدام نکرده؟ مگه بعد از 30 خرداد اسامی و عکسای دختران نوباوه ایرانی رو نمیزده بدونی که هویتشون رو بدونی؟ مگه اعدام نمیکرده؟ متوجه؟ حالا اینا داستانشون به این صورتی که پدر اولین راه رو رفته به یقین، حالا هم پسر میره و براشون فقط باید تأسف خورد که در پیشانیشون مهری از مزدوری رژیم و خدمت به انجمن نجاست. یکی از فیلماشو نمیدونم دیدین یا نه، همین امیره طلبکاری میکنه میگه عموی من اومده بود اونجا منو ببینه، چرا نذاشتی من ببینم؟ خب همون عموه، همون یکی بغل یارو ابراهیم خداونده، دوتا سران انجمن نجاست هستن. خب این ناراحته که عموی عضو انجمن نجاستش که در خدمت وزارت اطلاعات رو ندیده دیگه، تا آخرش رو میشه خون دیگه که اینا پدرم باید اینجوری بگه. و اونایی هم که گفتین، حالا شما گفتین ببخشید ولی واقعیت غرغره کنم، چون توی یه دستگاه دارن کار میکنن، یه ارکستریه، هر کی یه سازی میزنه ولی در خدمت ولی فقیه، چون میخوان ازشون، باید این کارو بکنن. آقای ماچان، رادیو زمانه یک گزارش مفصلی نوشته در رابطه با این فیلم و یه بله قسمتی از این گزارشش میگه که فرستادن کودکان کمپ اشرف به کشورهایی مثل سوئد توسط سازمان مجاهدین، میگه این رو هم که سازمان مجاهدین بله فرستاده و به دامن خانواده های هواداران خود، برای این بوده که آنها را به سمپات های بالقوه برای پیوستن به ارتش آزادی بخش تبدیل کند. واقعیت چیه آقای ماوچیان؟ واقعیت. خب من یکی از اینهایی هستم که افتخار این داشتم که یک بچه ای که پدر مادرش در راه جنگیدن با ضحاک دوران در هیبت یک رزمنده ارتش آزاد به من همچی چیزی نگفتن که بچه ما رو باید به ما به عنوان سمباد بالقوه پس بدی، همچی قراری با ما نذاشتن، همچی چیزی رو نگفتن. و فکر میکنم اون چند صد خانواده ای هم که این بچه ها رو گرفتن، من بعید میدونم که همچین ادعایی درست باشه. و اصلا اون منبع که رادیو زمان هستش باید بگه منبع خودش چیه، از کی این حرف رو بزده، کی شهادت رو بهش داده، از کجا این خبر گرفته، مورد سوال باید خود اون طرف باشه. و چقدر خنده داره، اولا که باید به نیروهای هوادار خودشون میدادن، به کی میدادن؟ مگه این بچه ها بچه سر راهی بودن؟ مگه بچه های بیکس کار بودن؟ مقاومتی هستش که تو یه دونه مراسم 100,000 تا ایرانی جمع میشن، خب به کی باید بده؟ باید به سمپاتای خودش بده. ولی اینی که قسمت دومش که باید بکنیش اونم تو خارج کشور، خانم واقعا بخاری آدم این تو بچه های خارج خودشو کشور نمیتونه هیچ بچه ها گونه دست والا آخه بگی مثلا خب ببینید این رادیو زمانه ها و این زمانه بعدی شده، البته بله همین سانسورچی های دوران قیام هم هستن دیگه، چه دقیقا انتظاری ما باید بیشتر داشتیم؟ به خدا قسم من فکر میکنم هر ایرانی که با این رژیم مرزبندی سوق داشته باشه به این اخبار اینا، به این تهمت ها اینا میخنده. و چقدر نمیدونم اصلا تو تاریخ تو دنیا، خانم غفاری شما سراغ دارین که یک مقاومت اینقدر از همه طرف بهش بزنن؟ من نمیدونم اصلا تو تاریخ مقاومت های کشورهای دیگه من ندیدم، چه فاشیست هیتلری چه هر کشوری که میری همچین چیزی نداره. این دلیل این وسعت اینه که یک سیستم دولتی با منابع مالی و داشتن بسیاری بسیاری مزبگی فقط میتونه اینجور تو دل قضیه بره و از یک نیروی بخواد اینقدر شیطان سازی کنه. اصلا یادتونه تو برنامه های پیش گفتم حتی اینا آدم میگن این کشتی چی بودش غرق شد، اونم در خود مجاهدین بوده. واقعا آدم میمونه کشتی اصلا وقتی سانچی بود چی بود اسمش؟ بله سوالای شما که من میشنم سوالای مطرح جامعه است، فقط هم از شما نمیشنم، تو همه جا میبینی که توی تلویزیون ها رادیو همه جا، اما کسی از اون داستان مثلا حملات مزدورا به قرارگاه اشرف گزارشی نمیده. کسی یادتونه همون موقع مجاهدین تقصیر دارن، بردن نیروها بله رو اونجا گذاشتن به بله کشتن دادن، یک سینه ای میزدن، اوه اصلا خیلی آدم صفا میکرد که چقدر اینا مجاهدین دوست دارن که یه دفعه در آره رژیم از اون ور میگفت که مجاهدین تقصیر دارن بردن نیروهاشون اونجا، اینا هم همینا میگفتن. اون هر چی اصلا واقعا نمیدونم که چی بگم، فقط میتونم بگم که تاریخ
گواهی خواهد داد که نسلی واقعا جانانه در برابر این رژیم از همه خواسته های خودش، خواسته های فردیش، زندگی، زن، شوهر، فرزند خودش گذشت که اون نه بزرگ و اون به اصطلاح روز سرنگونی رو مهیا کنه و چنین تهمت های خود که واقعا تأسف میخورم برای اون رادیوی زمانه و همه اینا. چی بگم بیشتر از این؟ واقعا نمیدونم. واقعا واقعا درست میگه. یه فیلم سریال هست البته، آقای موچان آمریکایی است، اسمش هست The Handmaid's Tale، یعنی سرگذشت ندیمه. پیشنهاد میکنم البته که هر کسی که فارسی هم بلد نباشه میتونه پیدا کنه، با زیرنویس فکر میکنم باشه. فیلم قدیمی هم هست، نویسنده این خانم اتوت هستن که کانادایی هستن. در دهه 90 میلادی یک فیلمی رو ساختن ولی بعد تبدیل به سریال شد و خیلی جالب. آقای موجود، من این فیلم الان دارم سریال رو نگاه میکنم دوباره، با دید دیگری دارم بهش نگاه میکنم و قشنگ بهمون میگه که چطوری دیکتاتور سر کار میاد و چگونه برای سرکوب زنان از مردان استفاده میکنن، چجوری مردها رو اجیر میکنن، چطوری مذهب رو به خدمت میگیرن و آدم ها رو اجیر میکنن و بعد رسانه ها رو به خدمت می. خیلی خیلی یعنی واقعا نگاه که میکنه فکر میکنه داره شرایط ایران رو برات نمایش میده و خیلی نزدیک به آنچه که در ایران متاسفانه داره میگذره. من پیشنهاد میکنم شنوندگانمون برن ببینن این فیلم. در حال خب سوالم هست، من سوال رو زیاد مطرح میکنم از شما، فکر کنم بفهمید. چندین بار پرسیدم که در رابطه با همین رسانه ها، مثلا ایران اینترنشنال هست، صدای آمریکا هست، رادیو زمانه هست، به هر حال اون موقع من و تو بود، دیگران هم بودن و بقیه که به شکل اینترنتی کار میکنن یا ماهواره ای کار میکنن، توی این سناریوی اشک تمساح ریختن برای کودکان کمپ اشرف با رژیم همصدا هستن دیگه، ولی خب پدری رو که الان بهش اشاره کردیم، اسماعیل وفا بله یغمایی رو که با دستخط خودش بچهش رو به کمپ اشرف بازگردون بعد از اینکه نجاتش دادن از زیر بمبارون ها، مؤاخذه نمی کنن آقای موچم. با این برامون توضیح دادین که چرا این کار می کنن، ولی چه باید کرد در قبال این گونه اعمال خلاف عرف و شرع و انسانیت و همه چیز هست فکر می کنن. اگه که بخوایم شروع کنیم و در برابر اعمال خلاف هر چی که شما میگین ایستاد، دشمن اصلی رو فراموش میکنیم. میدونین چرا؟ اینا سرانگشتاشن. دشمن اصلی رژیم آخوندیه، اونی که توی داخل تهران دادگاه میذاره برای بیش از 100 تا مجاهد خلق که دادگاهشون میکنه، هی میگه بیاین بیاین، نمیدونم چیه اینا. حالا هم که مثل که فعلا تعطیل شده، نفهمیده که بابا مردم صفا میکنن، تو کسی که محاکمش کنی، دادگاهش کنی، اونو دوست دارن. ولی باور کنید همین چند روز گذشته بیش از 3006 تا، نمیدونم بیشتر، حالا 3000 تاشو یادم درست، عملیاتی که این ارتش آزادی بخش داره بر علیه این رژیم انجام میده، اقبالی هستش که باور کنید. بیاین تو این دستگاه اگه با هم نگاه کنید، یک اقبالی سراغ مجاهدین اومده که نیروی جوان داره به این میپیونده. ببینید سوژه اینجا ما بردن بگن کودک سرباز، بچه جوونه، ولی از این خبران نیستش. شما فقط برید نگاه کنین، الان سازمان مجاهدین میاد یه فیلمی رو نشون میده، عکس ها و اسماشون رو میگه، شهدای به اصطلاح همین کانون های شورشی تو غیاب آبان ما، درسته؟ چون نمیتونه، به خاطری که خیلی چیز هست. الان ما میدونیم که بیش از 3000 تا از اعضای کانون های شورشی مجاهد خلق دستگیر شده که سازمان مجاهدین اطلاعی داد از سرنوشتشون خبری نداره. الانه که میاد از 1000 خورده مراکز رأیگیری رژیم فیلم برداری میکنه با خبرنگاران سیما آزادی. الان که شبی نیستش که همین دادگاهایی که برای نادرست میکنه قواهای قضاییش رو آتیش نزنن، با کوکتل حمله نکنن. الان که داره علنی میگه که آقا کانون شورشی تثبیت شده. خب کانون شورشی با کی تثبیت شده؟ با هوادارهای مجاهدین، با جوانای سرشاری که میان و میپیوندن. ببین همین تو رابطه با همین رادیو و دم و دستگاهایی که شما گفتین، مگه نمیان خشونت پرهیزی میکنن، نمیان تبلیغش رو میکنن، مگه نمیکنن؟ بله. خب بابا تمام این بچه‌هایی که جوانایی که این داره اعدام میکنه، جوانایی بودن که یا با ماشین زدن این مزدورای رژیمو که داشتن زن بچه مردم به رگبار میبستن، چشهای بچه ها رو کور میکردن، یا با چاقو به اینا حمله کردن، یا با هر چیزی که در آوردن که اینا رو به جرم این داره اعدام میکنه یا تو زندان نگه میداره به خاطر مقاومت. با آدمی که مثل اینا بوده و
چی میگفتن قدیمی ها، معذرت میخوام، سیب زمینی بیرگ و ریشه بودن که کاری نداره که. خب وقتی میگیره بعد اینا رو اعدام میکنه، اینا میگن آه این پسر اعدام شد، تبلیغش میکنم. بابا مگه شما مبلغای خشونت پریزی نیستی؟ چرا وقتی که دیگه مرده خورن، معذرت میخوام این بله. جمله رو میگم، مرده خورن. بابا این 40 سال گذشته راهی دیگر برای جنگیدن با این رژیم وجود نداره. یعنی کدوم راه؟ مدنی چیه؟ نمیم چیه؟ اینا همه برای بقای رژیم. این پرچونگی که کردم میخوام بهتون بگم این خواهش کارها، میکنم. این سانسور قرنی که دارن انجام میدن، باور کنین یک هدف داره، اونم بقای این رژیمه. کسی هم که اینو زیر بارش نمیره کسی نیست جز مقاومت ایران، خانواده بزرگ مقاومت، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین و نیروهایی که واقعا همین رسم و رسوم رو دارن. اینا زیر بار این حرفا نمیرن. این رژیم باید سرنگون بشه و خواهد شد، و اینها از اون پرونده ها و گذشته های خودشون مشکل دارن. شما الان ببین، من نمیخوام اصلا اسمی ببرم، چه رادیویی چه تلویزیونی، ولی اکثرشون رو نگاه میکنی معاون وزیر ارشاد نمیدونم چی بوده، حالا رئیس این تلویزیون یا تحریریشه یا چیه، یه آدمی بیاره گویندشه. معرفی بله. کنن که سالم باشه. اصلا یه عکسی ازش که این آخوند شیاد خاتمی داره، دورش یک عالم خانمای باروسری و اینا هستن، تک تکشون رو شماره گذاشتن، این الان تو اون تلویزیون، این الان تو اونجا، این تو این چیزیه، و داریم میبینین دیگه. من نمیتونم اصلا فکر کنم مردم ایران اعتمادی به این تلویزیون هایی که یارو میاد، همین تلویزیون که بسته شدش من و تو، بابا داره از قاسم سلیمانی تجلیل میکنه. یارو که هر شب میومد میگفتش که خودتونو ببرید معرفی کنید زندان ها، اینا مگه چقدر جا داره بهتون بخواد نگه داره؟ خب میگه برو خودتو معرفی کن، دستتو ببر جلو، بگو بنده رو بگیر، من مخالف شما. آخه اصلا داشتیم همچین چیزی رو تو تاریخ که مثلا اون مبارزایی که ضد فاشیست ایتالیایی میجنگیدن تو هر کشوری تو اروپا، چه تو خود آلمان چه کشور، بره جلو به اون گشتافوه بگه آقا میشه منو دستگیر کنی، من مخالف ایتلر هم میخوام ایتلر. ببین واقعا چقدر اینا بی شرم و اصلا واقعا واقعا، یعنی اصلا نمیشه. بخوایم بفرمایید، من در خدمتتونم. درست اشاره کردید به کودک سربازی آقای ماوچیان. من فکر میکنم کسانی که آگاه هستن، که آگاه هستن، اگه اهل مطالعه هستن، اهل تحقیق هستن، میرن و واقعیت ها رو در میارن. اونایی که بله میخوان همچنان بگن که مجاهدین با صدام همکاری داشته، یا اینکه میخواستن این بچه ها رو کودک سربازشون بکنن، فقط یک کلمه بگن که اگر چنین بود آمریکا فکر میکنه نمیتونست، اگر چنین چیزی واقعیت داشت آمریکا همون موقع اشرف رو نابود میکرد. چند دوره نفراتی که در اشرف به عنوان ارتش آزادی و اعضای مجاهدی بودن، چند دوره اینا مصاحبه شدن، FBI، نمیدونم سازمان CIA. همین امیر یغمایی وقتی رفته تیف یادش نبوده که این چیزها رو اونجا چرا نگفته، واقعا هنوزش یاد نداده بودن. خب میرفتی دیگه، بگی پیش آمریکایی‌ها نبودی، میرفتی اونجا میگفتی دیگه، چرا نگفتی درست. اونجا که حالا دیگه آقای در ماوچیان، حفاظت اینا بوده؟ چی میخوان واقعا؟ این بچه های بزرگ سال، این کودک کهنسالان، چه خواستشون چیه؟ اونا که تو ببین اروپا دارن واقعیت، زندگی میکنن، آزاد هستن، یعنی میخوان که والدینشون مبارزه رو تعطیل کنن، بیان برای اینا غذا بپزن، ببرن بیرون بازی کنن، چون یه چیز واقعا یکم حالت لوس بودن این بچه ها رو هم نشون میده. خب چون پدر مادر اینها که برای خوشگذرانی که ول نکردن برن، که برای مبارزه ول کردن، ولم نکردن، تحویل دادن به کسانی که ازشون خوب مراقبت کردن. یادتون میاد که خمینی چی میگفتش راجع به مجاهدین؟ میگفت اینا خودشون رو شکار بله دادن، خودشون بله خودشون رو میکشن. مگه نمیگن که خب 30 خرداد شروع نمیکردین تا خمینی نکشتتون؟ خب تو زندان ها مقاومت نکنین تا خمینی نکشتش؟ خب یه اصلی تو دنیای واقعی وجود داره به نام انقلاب. پس بگه اصلا انقلاب کردن خوب نیست؟ خب ما اگه انقلاب نمی کردیم، به تکامل، به هیچی اعتقاد نداریم، که معلوم نبود الان تو چه شرایطی بودیم. که بابا یک ظالمی، یک دیکتاتوری مذهبی اومده اونجا، این بچه ها نمیخوان اینو بفهمن. الان دیر شده البته، تو مثلا این که از همونجا با عموش رفته، ولی بچه های اون دو ستای دیگرشون رو لااقل من فکر میکنم دوتاشون رو میشناختن، که حتی موقعی که میرفتن به ارتش آزادی بخش، فرهاد فرهاد اونجا با هم بودن تو فرانسه. میگو بابا نمیدونی با چه شوق و ذوقی میرفتن. امیدوارم صدای منو بشنون، بدونن که با فرهاد فرهاد خدا حافظی میکردن، فرهاد فرهاد تشویق میکردن که بیایم بریم، با یک شوق میرفتن دیگه، تو اروپا بودن، کسی که نمیتونه دستشونو ببنده ببره سوار هواپیما کنه. شما همونجا میخوای بلیط هم نشون بدی، میتونی بگی آقا بنده رو دارم به زور میبرم، من نمیخوام برم. همشون درسته. هم زبانهای اروپایی رو تو مدارس اینجا میدونین، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، همه چی یاد میگیرن. خب
پس اینا به خواست خودشون رفتن، حالا آمدن. بالاخره به لحاظ روانشناسی که من هیچ تخصصی توش ندارم، میدونم که بالاخره انسان ضرباتی رو تو روحیش میخوره. حالا باید برن خودشون ببینن کی از این ضرباتشون سوء استفاده کرده. البته گفتم اون امیر مستثناست، اصلا فراموشش کنید. این دو ستایی که من میدونستم که دو تاشون رو میشناسم، دو تا داداشات، اینا ببینید کسی اومده از اون نداشت. ببین من وقتی الان یه جایی که میرم یه سری مشکلات دارم، یه سری ضربه خوردم، بستگی داره با کی دارم مشورت میکنم، کی به من نفوذ کرده، کی به من نزدیک کرده. یک سری آرزوهام که نتونستم بهشون دسترسی پیدا کنم، برام بزرگش میکنه، منو میکشه میکشه میبره، ولی اون نفرات وصلن به رژیم، اون نفرات این مسئولیت رو دارن که ناراحتی های من، مشکلات من، اون نفرات مثل من شما نیستن که بگن بابا مسبب اصلیش این رژیم آخوندیه. کدوم مجاهد خلق بعدش میاد که خانم غفاری بغل یه شومینه بشینه، یه صندلی داشته باشه از اینا که اینجوری میره جلو عقب میاد، بله. نبش هم بگیره تو بغلش؟ کدوم انسان عاقل اینو دوست نداره؟ واقعا بابا نیست این شرایط. ما در کشوری زندگی میکنیم که 1000 میلیارد تو یه روز میدزدن، ولی به خاطر تهیه دارو شیر خشک چش در میارن، اعدام میکنن، دست خط میکنن، و اینا بدونن که تک تک پدر مادراشون مسائل رو حل کردن به لحاظ ایدولوژیکی، به لحاظ فکری، به لحاظ تصمیمهای جدی و انتخابایی که داشتن، مثل بسیاری از پدر مادرایی که تو اون لیست شهدا هست و اعدام شدن و از دیدن بچه خودشون محروم شدن. یعنی در راه آزادی قیمتش رو دادن. خیلی از این پدر مادرایی که الان تو آمار ارقام میاد توی جنگ اوکراین که کشته شدن، ندیدن بچه هاشون. بچه هاشون الان تو اروپا، آمریکا، من نمیدونم هر جای دنیا که تونستن فرستادن که در برابر بمبارانی که کشورشون شده سالم بمونن. دقیقا و دقیقا امیدوارم که این پنجه های رژیم از دست انسانهای خوب دور بشه تا اونا رو نندازه تو این در کله. سوء استفاده از احساساتشون هست، بله اونا باید بله مورد مؤاخذه قرار بگیرن. آقای ماوچیان، خانم زینت میرهاشمی یک مقاله خیلی جالبی نوشتن در تو به همین انتخاب فردی که شما بهش اشاره کردید الان، بله که توی سایت همبستگی ملی درج شده. پیشنهاد میکنم باز دوستان برن اون رو بخونن، خیلی جالبه. ولی خب بله میخوام بدونم که این کودک کهنسالان، این 4 نفر، حالا امیر یغمایی رو بذاریم به یه گوشه، ای که بزرگ شده اروپا هستن، چرا نمیتونن به انتخاب پدر مادراشون یا افراد دیگه احترام بذارن؟ آیا برمیگرده به خودخواهی؟ اونا گفتیم ممکن ازشون سوء استفاده کرده باشن، ولی آیا خودخواه هم نیستن به نحوی؟ ببینید خیلی سوال قشنگی رو مطرح کردیم، واقعا درود بهتون. البته سوال های دیگه هم حرف نداشته خواهش باشید، میکنم. مشکلی من ندارم. ولی ببینید این خودش اون بیانیه که تو دستگاهی که هستن، دستگاهی که اینا رو به این روز نشونده، به اینام یاد داده که به انتخاب احترام نذارن. چرا تو اروپا هستن میبینن اصلا یه خانواده معمولی، ما با سیاسی کار ندیم. امروز خانمه آقای میگه آقا من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم. بچه ها چی میشن؟ من بر نمیدارم. یکی میگه منم بر نمیدارم. بچه ها میرن تو این جایی که مراکزی که باید نگرده. یه روز بچه میاد خونه میگه من نمیخوام دیگه با پدر مادر زندگی کنم. پدر مادر میگه چرا، چی کم دیگه؟ اصلا هیچ دلیلی نداره، میخوام برم. ببین این انتخابه. من اینها چون تو اون دستگاهی که به انتخاب انسان ها اصلا ارزش قائل نیست غرق شده، اون ترویجی که شدن که نمیتونن انتخاب رو بفهمن، یک بخش از فکرشونه، یکیش هم خودخواهی خودشونه. چرا خودخواهی میخوام بکنن؟ به خاطر اینکه الان میتونن خودشون انتخاب کنن، بگه من دیگه نمیخوام از امروز تو این شهر آلمان زندگی کنم، برم یه شهر دیگه. خب مگه بچه باید الان چیکار کنه که دارن؟ بچه‌شون با خودشون میبرن دیگه، مگه نمیبرن؟ درست. مأموریت خورده، کار خورده، شغل خورده، هر چی خورده، میرن یه شهر دیگه. ولی برای خودشون این رو میخوان، برای کسی دیگه نمیخوان. بخشش خودخواهیه، بخشش هم من میتونم بگم تو اون دستگاهی هستش که اینا توش غرق شدن. چون دیگه نفر تصمیم گیرنده اینا نیستن، متوجه این؟ و اگه نفر تصمیم کننده بودن، چون اگه میگفتی که از این 1000 تا 800 نفرشون اومدن، حالا عدد من دقیق نمیدونم چند تا بچه بودن، میگن بین 800 تا 1000 تا، درصدی بگی، اگه 80% بچه ها میومدن میگفتن که آره اینجوری بودی که اینا میگفتی، فرق میکنه. شما بله. این 4 نفر آلوده این داستان شدن. 6 سالم یعنی طول کشیده تا اینا رو جلوی دوربین بله آوردن. 6 سالم طول کشیده. تو این 6 سالم یه تعدادشون که من میدونم اصلا تو این داستان نبودن، فقط امیر از روز اول بوده، اونای دیگه بعد به مرور زمان
همینجور قاطی شدن، رفتن سراغ یکی چون بابات و مجاهدین کشتن، نمیدونم اصلا. ببین یک چیزایی را از این را در میادش که اصلا واقعا فقط در قامت همون وزارت اطلاعات که گروههایی رو میسازه، دم و دستگاهی رو درست میکنه که مرغ پخته هم به خنده میندازه با عرض شغل حاضرم. اینها آقای ماچون، شغل این بچه ها هم الان که بچه نیستن که، فکر میکنم دخیل بوده، چون یکیشون که هنرپیشه یه تئاتر هست، یکیشون هم بله نماینده پارلمانه، نمیدونم کدوم کشور هست ولی نماینده پارلمانه، ممکنه مثلا از موقعیت شغلشون هم میخواستن که سوء استفاده کنن، یعنی یک جنجال حسابی را بندازن توی اروپا. بله بدون شک اینطوری هستش. اما چه شغل پارلمانی داشته باشین چه یه بقالی باشی، اینا روش نفوذ و نزدیک شدن رو پیدا میکنه. این دستگاه طویلیه و فعالانه داره کار میکنه در خط ارتجاع، به اینا نزدیک میشه، بعضی ها رو با پول میخره به خاطر کمبود مالی تو اروپا، در آوردن پول که میدونید تو این کشورهای اروپا، کانادا، آمریکا که آسون نیستش، که باید بله کار کنی، زحمت بکشی، یا بری مثلا از دولت بگیری که یه چیز خود بیاد بخور نمیره جالبی. بدین. و اینا رو ببینید، هر کی رو به فراخور خودش بهش نزدیک میشن. همین مگه تو همین قیام کم همین سوئد یه نماینده مجلس داشتش؟ مگه آلمان نداشتش؟ مگه همه جا داشت؟ به هر کدوم به یه شیوهی میارن و ازشون در راستای بقای رژیم آخوندی، فقط بحث سر بقاست. ببین بودن و نبودنه، سوء استفاده میکنن. و من به قول یارو گفتنی، چون نمیخوام چیزی که دقیق اطلاع ندارم بگم به چه شیوهی مثلا اینو بردن، به چه شیوهی اونو بردن، ولی آبشخور این داستان در تاریخ ایران ثبت میشه و در آینده روشن میشه. بالاخره این رژیم میفته، دم و دستگاه های کنسولگری ها و این جاسوس خونه هاش به دست دولتی میفته که همه اینا رو میشه، خود اینا بعد یه تاریخی میرسه که میفهمن، اگر نفهمیدن یکی دوتاشون رو من نمیدونم. و امیدوارم که شهامت اینو داشته باشن و بیان و همه اینا رو در پیشگاه مردم ایران بگن، اگر که غرق در دیگه کامل در رژیم نشده باشن، که امیدوارم حداقل یکیشون تو این 4 نفر نشده باشه. درسته. آقای ماچان، شورای ملی مقاومت هم روز 12 بهمن 1402 یه اطلاعیه داد در رابطه با همین فیلمسازی هایی که علیه مقاومت میکنن و مثلا تو کل ایران هم نشون میدن و علیه مقاومت به نمایش در میارن. توی این سناریویی که شورای ملی مقاومت بهش میگه ناشیگری فیلمسازی هایی که تاکنون صدها فقرش در علیه مجاهدین ساخته شده، اونجوری که ما میبینیم یک نفر به نام سارا معین کارگردان این مستند است، ولی در کنار این اسامی مثل مصطفی محمدی، ایرج مصداقی و لویزا هومریش که خبرنگار اروپایی هست، آلمانی هم هست فکر میکنم، اسم اینها به چشم میخوره. آقای ماهیچیان، میتونید برامون بگین اینها کی هستند و چرا اینها به عنوان دستندرکاران این فیلم مستند مطرح هستند؟ فکر کنم اولی رو گفتین مصطفی محمدی، یک مأمور لو بله رفته ای هستش که فکر میکنم بارها افشا شده. این طرف تو کانادا زندگی میکنه، بعد از اینکه برادر همسرش مثل که یه مجاهدی بوده شهید به نام هادی حمزه نامی بود، برادر خانمش میشه، تو دهه 60 فکر میکنم دوروبر 62 63 میاد با همین کیس هواداری تو کانادا به اصطلاح پناهنده میشه. یه دختر پسری داشته فکر کنم دیگه همه بشناسن، سمیه محمدی و پسرش محمد، اینا تصمیم میگیرن میرن ارتش آزادی بخش و مجاهد میشن. این دیگه فکر میکنم دوروبر یه چیزی 2003 فقط من سه بگم، من سمیه محمدی رو یک بار دیدم و بله یه بارم در کنار خانوادهش دیدم، یعنی هم پدرش بود هم مادرش، و به تشویق پدر و مادرش اینا داشتن میرفتن به اشهر، بله راست تصمیم میگه، گرفته درسته، بودن چون که اینا برن، خیلی کانادا هستن. تشویقشون. بله خود مصطفی محمدی که من اینطوری که شنیدم که با بچه های این آخوند معروف جنایت و موحدی کرمانی از این کله گنده های رژیم مدتی با اونا خیلی چف بوده، حتی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم جزو فکر میکنم کمیته بسیجی های طرف نارمک و اون طرف ها بوده خودش، یعنی سابقه خودش اینه. فقط این برادر همسرش یه مجاهدی بوده و بعد اومده از اون کیسش استفاده کردن پناهنده شدن، ولی دیگه از سالهای 2003 به بعد به عراق میرفته، میرفته اشرف، اون موقع میشد بری اشرف. محمدشون رو مثل که میاره، پسرش رو جدا بله میکنه و میاره، مسئولیت و ماموریتش بوده که این بچه هاشو از مجاهدین جدا کنه. همون داستان مقاله خانم زینت میرآشفی که هم میبینین همه به هم وصله، هیچ دقیقا حق انتخابی نداشته.
مثلا اگه دخترش میخواسته بره یه کشور دیگه درس بخونه، نمیدونم اجازه میداده یا نمیداده، میخواسته با یکی ازدواج کنه اجازه میداده یا نمیداده، من نمیدونم. مثلا حالا که میخواد مجاهد باشه اینجوری کارها رو انجام میده. خلاصه فکر میکنم که اونجوری که من به اصطلاح میشناسمش، شخصی که اصلا خدا رو شکر نمیشناسمش، ولی دیگه میرفته اشرف و اینا، تا اینکه اول توسط خود سمیه، بعدم توسط یکی از دوستان خودش که همسفرش بوده، به خاطری که میرفته تو عراق، تو بغداد، نمیدونم جایی که میرفتن دیگه، خلاصه متوجه میشن که این با دم و دستگاه وزارت اطلاعات ارتباط داره. بعدش هم که دیگه تحولاتش رو میبینی. قبل از این فیلم به اصطلاح فکر میکنم کودکان کمپ اشرف، این خودش هم یه مستندی داره، چون میدونی که جزو اون نفرات مزدور بوده که در جلوی درب اشرف وای میستادن با اون 2300 تا بلنگو بله، چند صد روز، و فیلماش هست. بله، لاتوازیاش و اون در اشرف و میشکنه و اینا دیگه، تا اینکه توی میگفت یکی اکشن. یکیتون رو به دار میکشین، بله، حالا میسوزونین بچه اشرف خودش رو. هم اون تو، بچه دقیقا، خودش هم دخترش داره، اونجا بخواسته بود. بره بچهش نجات بده. این اون درست. چیزی که گفتم، وقتی تو دستگاه رژیم میری متوجه نمیشی رو شونهات نشسته نوک انگشت میدی، تا این شونه رو برده، که یاره دیگه به بچه خودش هم رحم نمیکنه. همونطور که میبینین امیر یغمایی هم دیگه براش مهم نیست که این زمین سازی هایی که تو میکنی، دست نیروهای تروریستی رژیم رو باز میذاری و مادرت هم اونجا هستش، براش دیگه میبینین بی ارزش میشه دیگه. عواطف دیگه از این ور نیست، فقط عواطف ادعا میکنه که مادر پدرمون نداشتن، اما این دم و دستگاه رژیم. خلاصه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، همین مصطفی محمدی با اون قربان علی حسین نژاد که مزدور، قربان علی طرف های اوور هم یه بار دستگیر شدن تو یکی از این مراسم های 17 جوان، که صداشون، مصاحبهشون هم هست، که به خاطر ماهی 500 اورو اگه اشتباه نکنم خودشون فروخته بودن. چیزایی که تو ذهنم هست میگم، ولی میدونم که درست دارم میگم، عددها و رقمها رو و تاریخها و اینا هم تو این یک هست. دلار هم که این فروخته باشن شکست انسانیه دیگه، سقوط یک بله انسان هست آقای بله ماوچه. ولی میبینی که تمام مسافرتاش از کانادا به جلوی درب اشرف و در حضور نیروهای مالکی، در اینکه عراق اون موقع دیگه در هیطره رژیم آخوندی بود، درسته؟ بله. یعنی هیچی نیستش که غیر از این باشه. چه اون مزدوری هم بودش که تو آلمان بودش، رفته بود اونجا، حتی پلیس آلمان اینجا گرفتتش، دولت عراق که تازه همین رژیمی ها بودن، این هم گرفته بودنش. بعد میخوام بهتون بگم این یکیشونه. فکر میکنم که مزدور نفوذی ایرج مصداقی زیاد به معرفی احتیاج نداشت، چون فکر درست. هر ایرانی اینو میشناسه، ولی کوتاه میگیم که اینم که از دهه 60 که دستگیر میشه، کمپلت میره در خدمت رژیم. حتی نامزد خودش فکر میکنم فاطمه کزازی بود نامی، حتی نامزد خودش، برادر نامزد خودش رو لو میده و اعدام میشه اون خانوم. بعدش هم که بالاترین چیزایی هم که در دادگاه سوئد دیدین، که در پروژه رژیم مستقیما میخواست هم مزدور رژیم رو به در ببره، هم ضربه اساسی به جنبش دادخواهی بزنه، ببرن اصلا توی کیسایی که به قوانین سوئد میخوره و نمیدونم چی، و به هوایی که مجاهدین وارد اون کیسا نمیشن، نمیدونم راجع به جنگ ایران و عراق، و که مجاهدین اونجا هم دیدین چه به موقع حضور پیدا کردن و پوزش رو به خاک زدن. تو یکی از این برنامه یکی های هم صدای آمریکا هم اسم این موضوع یادم نمیاد، اومد گفت که ما انزجارنامه نوشتیم وقتی در زندان بوده، خودش گفت. بله. صفحه آخر، مجری صفحه برنامه آخر، صفحه آخر رو دقیقا. میفهمم. بله بله. اصلا هستش الان، چاپ شده شو من دارم نمونه انزجار نامش، نمیدونم چجوری هستش که رژیم داده بوده بیرون، نمیدونم چجوری داده، ولی هستش تو دنیای مجازی انزجار نامش از خودش هم، که به قول شما تو مصاحبهش با همون برنامه صفحه آخر گفت که ما روز ساعت نمیدونم روز قبلش انزجار نامه نوشته بودیم از مجاهدین، یعنی دیگه بله، نیستیم و بریدگی شد داده بود. یعنی که تواب شده بوده در زندان. بله یکی دیگه شون هم که همین خانم لویزا هومریشه، که میدونی که از این خبرنگاران دوسته، عکسای با چادرش تو ایران هست، رفت آمدش هست، نمیدونم با این تورایی که میذارن میرن استخونای جنگ و نگاه میکنن، اونجا هم بوده. بعد اینجا هم که میبینی که با مجاهدین توی روزنامه دیولت و چند روزنامه دیگه مقاله هاشو میبینی. یک دیگه بار میخوام ازش بهتون، شکایت شده بود، درسته آقای بله ماچیان؟ بله یه بار ازش شکایت شدش و اون مقاله ها پاک شدش طبق حکم دادگاه، که اگه دوباره چاپ کنی نمیدونم 200,000 اورو فکر میکنم جریمه شدش، که دیگه پاک کرده بود. اما چون اینا اون دم و دستگاه ارتجاع و استعمار که افتادن رو هم، رو اون دستگاه مماشات هستن، میرن میکنن. ولی هر
ایرانی بیطرفی حضور و مصاحبه های اینا رو ببینه و بدونه که مصطفی محمدی قبل از این مستند یه مستند ساخته بود از جلوی در اشرف و بله. کارگردانش از ایران اومده بود، مثل که ترکیه هم دیگر رو دیده بودن اگر ذهنم کمک کنه، ولی میتونیم اینم دراریم که متوجه. خب بودن اینا هم که دیگه در تایید این کار دیگه فکر میکنم پشت صحنش فقط دیگه خامنه ای میمونه که بگه آفرین آفرین، میگه همیشه مسخرش آفرین آفرین، آفرین فقط بله. دیگه میمونه خامنه ای دیگه، دیگه کسی دیگه من نمیدونم کی بیاریم والا دیگه. آقای ماچان سال بله آخرم هست، میدونم خستم اهل فرمان. هستید، دیر نه وقت نه من در معذرت خدمت شما هستم، خواهش خواهش میکنم، میکنم. خدمت از من است. کارگردان سارا معین نسبت به اعتراض به این فیلم میپرسه که توی گزارش رادیو زمان اومده که میپرسه که بهتر نیست اول فیلم را ببینید بعد تظاهرات کنید. از این کارگردان چیزی میدونید آقای ماوچیان و چرا حق اعتراض مردم رو نادیده میگیره و میخواد بگیره حق اعتراض رو؟ ببینید زیاد از این سارا معین من اطلاعات خاصی ندارم چون سابقه ای نداره، میدونی که این بله اولین کارش بوده، بله بله یعنی همین اول کار خراب کرد، نه حداقل نکرد مثل اونای دیگه یه 4-5 تا الکی فیلمایی بسازه، یه دیدین این اپوزیسیون های خارجی اول میان هی به رژیم میزنن هی به رژیم، خودشونو که تو دل مردم جا کردن، بعد بله شروع میکنن اون 80-20، بعد دیگه انقدر وقیح شدن که 100% میکنن. حالا این البته مثل اینکه این فیلم برای ایرانی هم نبوده، مخاطب اصلی خارجی ها بودن، یعنی غیر ایرانی ها بودن توی سوئد. آقای ماوچیان درسته؟ این چیزی که مسلمه که من یادتونه حتما اگر اول صحبتمون گفتم این اصلا خریداری نداره، کسی که تو درد و رنج اونجا هستش دنبال یه ناجی میگرد که با این رژیم بجنگه، اون دستی که رژیم انداخته گلو اینا رو داره خفه میکنه، فقط اسامی و عکسای این 750 تا جوان و بچه هایی که این رژیم تو همین قیام آخر کشته ببینیم، فقط تو دنیای مجازی ببینیم پدر مادرهایی که سال نو و هفتینشون رو سر سنگ های قبر جووناشون گذاشتن ببینیم، اونا واقعی به این رژیم به حرفاش نمیذاره، اونا زیر دروغشه، اینا میخوان دست مماشاتگرا توی افکار عمومیشون رو باز کنن که مورد سوال قرار نگیرن، که بگن خانم فلانی که وزیر خارجه آلمان هستی، 7 تا وزیر خارجه زنی که تو دنیا دور هم جمع میشدیم و از شجاعت زنای ایران دفاع میکردیم، پس چی شد؟ میخواد به اون سوئدیه بگه که آقا این یارو که دادگاه اینجا محکومش کرده که 30,000 تا مشارکت داشته تو اون طناب انداختن، آخه این چه رژیمیه که شما میرین باش معامله میکنین؟ میاره این فیلم ها رو میذاره که بگه بابا این اپوزیسیونشون بدتر از اونه، چون همیشه من اینا رو فکر میکنم همه جا گفتم، نمیگن که مجاهدین بدن، که بعد رژیم آخوندی که امتحانش رو تو این 4 دهه پس داده، رژیم خرج میکنه پول میسازه فیلم میسازه مزدور میفرسته که القا کنه که مجاهدین بدتر از منن، چون بد بودنشو نمیتونه منکر بشه بگه من خوبم، ولی وقتی میگه بدتر از منن یعنی من خوبتر از اونم، این معنیشه، و بذاریم من بمونم، انتخاب دیگه ای ندارین، اپوزیسیون دیگه ای نیست، و دست بال خارجی ها رو باز کنه برای ادامه مماشات، برای باز به یغما بردن منابع ایران، باز بودن این رژیمی که الان ببینید چه به روز مردم فلسطین آورده، آخه 32,000 تا آدم کشته شده، شما متاسفانه ببینید 32,000 تا تو این عملیات های فجی داره انجام میشه، اما بیاین دل منو باز کنی، قلب منو ایرانی رو باز کنی که بگم در چند ماه این 30,000 تا زندانی در دست بسته رو کشته، ببینید جنایت که رژیم به ما کرده رو میخوان عادی کنن، این هم همینه داستانش، میادش اینجا فیلمو برای سوئدی میسازه، سوئدی فیلمو برای داخلم که سرنگ سریا رو ساخته، میبینی یعنی اونجا شما یه چیزی رو ببخشین که اگه پرچونگی میکنم ولی خواهش بد نیست میکنم. اینو بگیم، ملت ایران باید حواسشون رو جمع کنن چه تو داخل چه تو خارج، حالا رو به خارجی ها رو باید رفت بازم افشاگری که بازم بساط جنایت رژیم رو نشون داد، اما ببینید یه فیلمی ساختش به نام نیمروز اگه اشتباه نکنم، عکس یک خانومیه که هنرپیشه این رژیمه، اسمش هم هستش، همه مشخصاتش هم هستش، فیلم و رژیم ساخته، تو اون فیلم اومده دست و پای یه بچه رو داره میگیره میندازه تو گودال، بعد اون عکس رو مونتاژ میکنه دوباره توی دنیای مجازی که ای داد و بیداد بیاین ببینین زنای مجاهد دارن بچه های میندازن توی خورده گودال، میکشه. داره میکشن کردای عراق مثلا دارن میکشن، ببینید یعنی رژیم از بابتی خانم غفاری دستش خالیه، چون این مقاومت این مجاهدین این شورای ملی مقاومت آنچنان اصولی کار کردن، آنچنان روی اصالت و اصل و اصول ایستادگی کردن
هیچی نداره رژیم، میاد عکس فیلم های خودش رو میندازه این برنامه که مجاهدین بچه میندازن درو دست. خب با این همه جنایتی که شده، با این همه فجایع، دروغ، دقل، کتاب ها، خب این فیلم کودکان اشرف هم همون کودکان کم، اینا دلشون برای بچه های مجاهدین سوخته، مثلا بچه های نه مجاهدین رو در برابر چشمان پدر مادر مجاهدشون اینا شکنجه کردن، نه یکی نه دوتا، صدها و صدها بچه های مجاهدین رو گشنه نگه میداشتن تو زندان ها، از بچه استفاده میکردن برای اقرار گرفتن از پدر مادر، جلوی بچه پدر مادر شکنجه میکردن. حالا این اومده کودکان کم به اشرف میسازه، خب مبلغینش هم باید مصطفی محمدی مزدور شناخته شده لو رفته، ایرج مصداقی مزدور نفوذی، و این خبرنگار دوستم باشه که پشیزی ارزش نداره، فقط اینا بزرگشون میکنن. چه خبرنگاری با اون چادر چاخچولی که با بسیجی ها رفته تو داخل ایران، مأموریت گرفته، پول گرفتن، اومدن انجام میدن این کارا. فکر کنم این خانم معین خواسته مایکل مور ایران بشه یا حتما اسپیلبرگ ایران بشه، حتما، گفته فقط عجب خوبه که سوژه ای پیدا کردم. فقط برن خوبه که تاریخ بخونن. اینایی که در خدمت رژیم هستن خیلی بی سوادن، دور از جون شما و بله بین بله شنونده، برن ببینن اون هنرپیشه که با هیتلر بود، اون فیلمساز هیتلر، اون پزشکی که برای خدمت هیتلر بود، اون دکتری که جوانای زندانی یهودی رو آزمایش خودش موشک میکرد، اونا چی شدن تو تاریخ آخرش؟ همون شدن که الان یه نمونه شو دیدین، این دکتر سمیعی مزدور پروفسور، بله دیدین رم بالای سن، ابی یک دعوتش کلمه، کرد بالای سن. بله بله یک بله کلمه مردم ایران اجازه صحبت به این ندادن، و بله هم دستگاه اطلاعات آخوندی هم حضورهای رژیم بدونن که این چرخ و فلکیه که بالا پایین داره، و روز حساب رسیشون بدون شک، چه من زنده باشم چه نباشم، حتما انجام خواهد شد، و این مثل تاریخ روشنه، و مردم ایران گول این دغلبازی های اینا رو نخواهند خورد. پاکی و صداقت مجاهدین، هر آن کس که اصلا همه این کارا رو گفتم خدمتتون داره میکنه که مردم به مجاهدین نزدیک نشه، نه درست. به خاطر ترسشه، میدونه که هر کی به اینا نزدیک بشه یک دل نه صد دل عاشقشان خواهد شد، چون عاشق ایران زمینن، عاشق آزادی ایرانن، عاشق انتخاب مردم ایران هستن، و به زودی زود رژیم رو هم با همت کانون های شبکی به نظر من آزاد خواهد کرد. شرایط شرایط خوبی، از این دلغک بازی های رژیم هم میشه حد زد که اوضاعش خیلی خرابه، و امروز هم فکر میکنم یا تو همین مراسم نوروزی خامنه ای پیامی که داده به کاشتن امید فراخونده، امید آفرینی که بکارین، چون خیلی ناامیده، چون بله ضرباتی که در انتخابات بر بناگوششون خورد، خیلی عمق سخت بود. جامعه انفجاری نشون داد، و جملاتی رو الان میشنویم خانم غفاری از خود آخوندهای سر کله گنده شون که قبلا نمیگفتن که جامعه ایران بشکه انفجاریه، اینها خوب به دوران آخرشون دارن سلام فرمانده انجام میدن. واقعا عجب. ولی واقعا اون قسمت که در تو با کنسرت ابی گفتید خیلی جالب بود. بله در واقع هم ابی رو هو کردن و هم این دکتری که بله تمام علمش رو در خدمت مشت بله، قاتل گذاشته و میان خارج قاتل و کشور دزد و و دوست زمینخوار، زمینخوار با دقیقا. قالیباف و همسر قالیباف، میدونی اینا چقدر زمین بالا کشیدن در اون دوره بله که اون شهردار تهران بود؟ باید پاسخگو باشن و بعد از سرنگونی رژیم همه اینها رو پاسخگو میکنن مردم ایران آقای ماوچیان، بله و به هر حال باید به اینها پرداخت. ازتون بسیار بله متشکرم آقای ماوچیان که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید، توضیحات بسیار مفیدی که مثل همیشه برامون گفتید. سال نو رو خواهش یک بار دیگه بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سال 1404 اگه رادیوی ما باشه در درباره تهران آبادی یا هر ایران، شهری در که شهر خودتون در دوست ایران دارید، باشه، فرق میکنه، درباره آبادی ایران و نحوه ایشالله حل کردن مسائل و ایشالله مصائب مردم گفتگو بکنیم. شبتون بشه، ایشالله خیلی بعد از ممنونم. سرنگونی خیلی بهتر و واضحتر، و خاطراتی رو میتونیم بله بگیم به عنوان هواداری مقاومت که الان خیلی هاشون نمیتونیم بگیم، و خود مقاومت ایران میاد و همه چی رو میگه، و روسیه شود آنکه در رو قش باشد. خیلی ممنونم که این خواهش میکنم، افتخار دادین که من در خدمتون خواهش باشم، میکنم. هر دفعه که میام خدمتون از صمیم قلبم واقعا افتخاری بهم دست میده که و میتونم با همچنین هموطنان خودم از طریق رادیو خوب شما صحبت کنم. سال نو بازم بهتون تبریک میگم، به ممنون. شنوندگانتون، براتون بهترینا رو آرزو میکنم تا دیدار دیگه یا صحبت دیگه.
دماوند، آتشی در سینه دارم کاوه‌زاد. من درفشی از غرورم بر بلندای چکان، خشم آبانم فروده آذرخش انتقام، انقلابی ریشه دارم انفجاری از قیام. بهمن تاج افکنم خرداد هر دم در کمین، فصل پایان بخش استبدادم ای ایران زمین. دختران یک وطن آزادگی را بی شما را رهبران. ای بساط سولیدار سر به پای آزادی، جان عاشقان دادن از برای آزادی. سرخ نشابور رود سر و سر نیزه، قرن وحشت وزیدن چنگیز، تکرار نخواهد شد، تکرار نخواهد شد، نخواهد شد. عهد چکمه و مهمیز تکرار نخواهد شد، نخواهد شد، نخواهد Thank you.
میان پایان شماییم، سر پنجه در انداز به میدان شماییم، شورشگر کوکتل به کف خشم خیابان، بازوی برانداز شتابان شماییم. ممنون نترسد در معرکه بارود به دندان شمایی، اشباق در آتش بیما که گلوله بر خیره تیره چشمان شمایی، کس باج نداده امام به شیخان به شهان تاج نداده، این آبی عمان خزر بر تن اطلس سر داده، ولی خاک به تاراج نداده، چشم خنده باران با یاد سرخ یاد.